بسیار خوب، تصویر و صدا هست. پس ما ادامه بدیم بحث ویژگی های ماده و فشار رو. دوباره سلام کنم هم خدمت دوستانی که از قبل با ما بودن، هم بچه هایی که امروز به جمع ما اضافه شدن. ما تو جلسات قبل با جزوهی که میبینید صحبت کردید در مورد ویژگی های ماده و بعد رفتیم سراغ بحث فشار و چیزایی که صحبت کردیم فشار در مایعات رو حرف زدیم. من دارم سفر کوچیک نشون میدم که ببینیم چیا رو گفتیم، جلوتر بیشتر صحبت میکنم. ارتباط نیرو رو صحبت کردیم در مورد بحث فشار در مایعات و بعد نیروی مایع به کف ظرف، نیروی مایع به دیواره، معادلات تعادل نیرو و فشار که خیلی راجع به این چیزا جلسات قبل صحبت کردیم. لوله های یوشکل، ابتدای بحث لوله های یوشکل رو جلسه قبل رفتیم، امروز راجع به تغییرات در لوله های یوشکل که میشه گفت سوالات نسبتاً چالشی و سخت مربوط به فشاره رو بررسی کردیم. فکر میکنم تا اینجا حرف زدیم و از اینجا به بعد رو باید امروز راجبش صحبت کنیم. خب پس من بنامو میذارم از ادامه بحث لوله های یوشک که حالا بچه هایی که جدیدم اومدن میتونن کاملا استفاده بکنن، منتها خب بچه هایی که از قبلن ادامه مبحث رو میخواییم بگیم. تغییرات در شرایط لوله های یوشکل. خوب گوش بدید بچه ها، بحث مهمیه. معمولا سوالات سخت فشار از این قسمت تر میشه. آقای مجازینیا امروز استودیو ما عوض شده، انشالله درست میشه. حالا بالاخره به نظرم صدا و تصویر رو در حدی که بتونید یاد بگیرید درس رو دارید انشالله. تغییر در شرایط لوله های یوشک معمولاً چجوری مطرح میشه؟ معمولاً شما یه لوله یوشکی دارید به این شکل، یه مایه توشه. این چیزی بود که جلسه قبلم راجبش به اندازه کافی صحبت کرد. معمولاً یه تغییری تو سیستم اعمال میکنن. این تغییر چیه؟ میتونه ریختن مایه از یه طرف لوله به داخل لوله باشه. یعنی مثلا میگه من از اینجا یه مایه دومی به سیستم اضافه کردم. بعد میگه اگه این در واقع مایع رو اضافه بکنم چه اتفاقی در این سیستم میفته. مثلا سطح آزاد مایع که قبلا این ور و این ور با هم یکسان بود قاعدتا تغییراتی درش رخ میده دیگه. یعنی چی میشه؟ یعنی من انتظار دارم بعد از این که این اتفاق افتاد یه مقدار اگه این سطح آزاد سابق بود یه مقدار انتظار دارم این ور مایه پایین بره به خاطر اینکه اون روغن اون بالا اومده و اضافه شده و یه مقدار تو طرف مقابل مایه بالاتر وایس. همه اینو قبول دارن؟ اینو به عنوان یه مثال مطرح کردیم. حالا 3-4 تا تست هم ازش میخواییم بریم حل بکنیم. دیگه ممکنه بگه دو مایه با هم مقداری حل بشن، میتونه بگه، ولی حل شدن مایعات تو هم آقای قائمی اتفاقات عجیب غریبی رو رقم میزنه. مثلا چگالی حالا حل شده اونا با هم یه مایه سومی میسازه، دو تا مایه هم که جداگونه بودن، یه مقدار تو طرح سوال به مشکل میخوره، ولی اگه بتونه سوال رو طرح بکنه اتفاق عجیبی نمیفته. فقط ما یه مایه سومی داریم و یه تغییر حجمی هم ممکنه بعد اثر اون انحلال صورت گرفته باشه. چیز خاصی نیست ولی تا حالا همچین سوالی تر نشد. خب الان بچه ها این به نظرم چون شکل ما انقدر صاف نیست این یه مقدار بهتره که من دستی بکشم اینو، که مثلا ما یه همچین چیزی داشتیم یه همچین اتفاقی افتاد. نگاه کنید اینجور سوالا رو چجوری حل میکنیم. میگیم آقا شکل ابتدایی
شکل نهایی. حالا از این شکل ابتدایی و شکل نهایی شما به یه چیزایی پی میبرید، مثلا اون مقدار روغن یا هر مایه دیگه‌ای که اینجا اضافه کرده، این یه مقداری اضافه شده، به شما یه عددی میده. مثلا میگه یه ایگرگی من اینجا مایه اضافه کردم. ما میگیم شکل نهایی رو که نگاه میکنیم، اولش کاری نداریم که چه اتفاقی این وسط مثلا افتاده. میگم خب طبیعتاً یه اختلافی بین این دوتا سطحی که قبلا هم سطح بودن ایجاد شده. اسم اینو من میذارم H. آیا این H رو نمیتونم به دست بیارم؟ میگم راحت میتونیم به دست بیاریم. اگه این مایه رو من اسمشو بذارم مایه 1، این روغن اسمشو بذارم مایه 2، اینجا میام چی مینویسم؟ مثلا مینویسم رو 1 ژ ضرب در وای. دقت کن دارم بین این دوتا نقطه معادله برابری فشار مینویسم، مثلا نقطه آ و نقطه بی. این ور بالاش روژه وایه و پی سف، چون پی سف دو طرفه نمینویسم، طرف مقابل آ یک، من اینو گرفتم یک، پس این رو باید بنویسم رو دو جی وای مساوی رو یک جی اچ. خب اولا که در واقع جی ها با هم خط میخورن، رو دو رو به من داده، مثلا وای رو به من داده، رو یک رو داده، ازش من اچ رو به دست میارم. حالا که اچ رو به دست آوردم یه حرفی میزنم، میگم مثلا اگر این مساحت ها اینجا مثلا مساحتش رو فرض کن به من داده باشه آ، این ور مساحتش رو مثلا داده باشه 5 آ، چه نتیجه ای میگیرم؟ مثال ها، میگم برای اینکه حجم مایه پایین رفته و بالا رفته دو سمت باید یکسان باشه، من میگم اینجا هر چقدر که پایین بره اینجا 1/5 میاد، چون لوله قطورتره و حجم مایه پایین رفته و بالا رفته، حجم از سطح مقطع ضرب در طول پیروی میکنه، ضرب در ارتفاع. یعنی من تو این سوال میگم آقا اگه این ور قراره که x تا بالا بره، این ور قراره که 5 تا x مثلا بیاد پایین، مجموعا میشه 6x. 6x من میشه h، x من میشه h ششم، و من از اینجا میتونم چون h رو دارم این x که چقدر این بالا رفته این چقدر پایین اومده رو ازش به دست بیارم. دوستان متوجه شدن منظور ما چیه؟ یعنی ما تو سوالات شکل اولیه، شکل نهایی، نوشتن یه معادله فشار، پیدا کردن تفاوت سطح مایع در دوتا لوله، و بعدش این که ببینم چقدر این ور پایین رفته چقدر اون ور بالا اومده رو بنویسم و مسئله رو حل بکنم. اگه متوجه شدید من یه مثال خودم اینجا بزنم حل بکنم، بعد بریم توی جزوه هم مثال‌های متفاوت ببینیم. بیا من یه مثال اینجا براتون بزنم. مثال حتما قول بدید این جزوهی که می نویسیم رو کامل بخونید، چون چیزهایی به درد بخوری توشه. میگم اگر در سمت چپ لوله یو شکل مقابل 25 سانتی متر روغن اضافه کنیم، سطح آب در لوله سمت راست چند سانتی متر بالا می آید. حالا فکر کنم 25 چیزیه که ما تو جزوه دادیم. بذار اینو تو جزوه چی دادیم؟ اینجا همونو ندیم که سوال تکراری نشه. توی جزوه سوال اینجا نه، این نه، خب نه خوبه. اینجا میان
20 سانتی متر مثلا روغن بدیم که کاملا با اون فرق بکنه، چون قرار اونو الان بریم حل بکنیم. 20 سانتی متر روغن می‌ریزم توی یه همچین لوله یوشکی که قبلش اینطوری بوده، ساعت مقطع اینو اگه بگیرم آ، ساعت مقطع این مثلا هست 3 آ. میگه چقدر اگه من روغن بریزم در لوله سمت راست مقدار بالا میاد. ببینید ما اینجا یه ظرف روغن داریم، تو سوالم به ما میگه که روی آب 1ه. بذارید اینجا بنویسم، تو سوالم به ما میگه روی آب مساوی 1 گرم بر سانتی متر مکعب و روی روغن مثلا تو این سوال مساوی 0.8 گرم بر سانتی متر مکعب. خب من میگم شکل اولیه سوال که معلومه، شکل نهایی سوال رو من رسم میکنم. تو شکل نهایی اتفاقی که میفته اینه که یه مقدار این ور مایه پایین رفته، یه مقدار مایه اون ور بالا اومده، یعنی نسبت به شکل سابق من یه همچین وضعیتی دارم. شکل جدید من این شکلیه. میگم آقا اون شکلی که قبلا داشتی اینطوری بود، الان یه مقدار رفته پایین تر وایستاده و یه مقدار مایه اومده اینجا بالاتر وایستاده، نمیدونیم چقدر، فقط میدونیم که متفاوت از قبله. اینم اون سطح سابقی که وجود داشت. این ورم به اندازه 25 سانت روغن ریختی، این 25 سانت روغن. اول من باید پیدا کنم که 25 سانت روغن جلوش چقدر آب وای میسته. میام آبو پیدا میکنم، میگم آقا از این ور میام اینجا اینو مینویسم، این میشه اون اچ مورد نظر من که میزان اختلاف ارتفاع آب در دو سمت، یعنی روی روغن که هست 0.8 جی هم میتونم ننویسم چون خط میخوره، حالا مینویسیم جی ضرب در 20ش کردیم، خیلی خوب، اینو 20 ضرب در 20 مساوی 1 ضرب در جی ضرب در اچ. از اینجا اچ من در میاد چقدر؟ اچ من در میاد 16 سانتی متر. حالا که 16 سانته میگم یه آ اینه، سه آ اینه، یعنی از لحاظ پایین و بالا و رفتم بچه ها وضعیت چطوریه؟ میگم اینجا به اندازه یه، اگه قرار این یه ایکس بره بالا، این باید 3x بره پایین. چرا؟ برای اینکه این سطح مقطعش کمتره، باید مایع بیشتر توش حرکت بکنه. 4x من مساوی میشه با همین اچه که 16ه، پس x من میشه 4 سانتی متر، یعنی مایع در لوله ضخیم‌تر 4 سانتی متر بالا میاد. قبوله بچه ها؟ همه چیز رو متوجه شدی؟ اون بحثش اینجا نیست آقای قائمی، راجبش حرف میزنی؟ بله راجبش حرف میزنی. مثلا همینجا میشه یکم افسده، ولی خب مثلا 20 سانت روغن چند سانت آب به حساب میاد؟ خب میگه این روئچا باید با هم برابر باشه، انگار 20 سانت روغن به اندازه 16 سانتی متر آبه. میتونی این روغنه رو حذف بکنی، به جای 16 سانت آب بریزی جلوش دقیقا 16 سانتیمتر آب میاد، ولی اون بحث اینجا نیست، بحث ماجرای سانتیمتر جیوه و اینا هم هست. خب بیاین بچه یه سوال حل بکنیم، من ببینم شما بحث رو خوب یاد گرفتید یا نه. فقط یه سوال از شما بپرسم، این سوال های فشار سنج ما جلسه قبل حل کردیم یا نه؟ تستای 17 و 18 و اینا رو حل کردیم جلسه قبل، یه نگاه بکنید تو جزوه‌تون. تست 17 18 حل شده آیا؟ که مربوط به فشار سنج جی وی بود.
همه رو نه. خب باشه، این لوله یوشکلا رو حل کردیم، میایم اینجا ببینیم کدوم سوالا رو حل نکردیم، اینجا راجبش صحبت میکنیم. بیایید بچه‌ها توی جزوه تست 24 رو حل بکنیم. تست خوبیه، ببینید با هم، یه کمی شبیه اون تستیه که حل کردیم، یه تفاوتایی داره. خب بسیار خوب حل میکنیم اینا رو. من یه لوله یوشکل دیدم، گفتم بیا بینو در واقع شروع بکنیم به اتمام برسونیم، بعد برمیگردیم فشار سنجی دیرم هر چی سوال مونده با هم حل میکنیم. خب بیایم اینو حل کنیم بچه ها، ببین چی میگه سوال. میگه که در شکل زیر ارتفاع آب در هر شاخه لوله برابر 20 سانته. اینجا 20، این ورم 20. میگه که درون یکی از شاخه ها به آرامی روغن میریزیم تا طول ستون روغن، ستون روغن ها فقط روغن، 25 سانتیمتر بشه. بعد میگه ارتفاع آب در شاخه مقابل چقدر. نگاه کن همین شکل رو من دارم، بعد دقت بکنی لوله ها دو طرف یکسان هست، اینجا اون داستان ما نداری. میگه آقا اینجا یه همچین شکلی ما داریم، حالا لوله ها رو کمی بکشیم دو طرف، اتفاقی که میفته شما 25 سانت روغن ریختی این ور، مثلا این ور ما روغن اضافه کردیم، اتفاقی که میفته اینه که اینجا یه مقدار آب میاد پایین تر، اینجا یه مقدار آب میاد بالاتر، یعنی یه همچین شکلی میبینیم و ما اینجا باید 25 سانت روغن داشته باشیم طبق گفته سوال. اینجا 25 سانت روغن، از اون ور به نظر شما چقدر این ور اختلاف آب در دو تا لوله میشه؟ میگم اچ میگیرم دیگه، اینجا سریعتر میخوام برم، چگالی 6/10، میگم 6/10 ضرب در 25 مساوی روی آب، یعنی 1 ضرب در اچ، از اینجا اچ میشه چقدر؟ اچ میشه 15. و اما این 15 حاصل یه مقدار پایین رفتن آب توی این لوله و یه مقدار بالا اومدن آب توی این لوله است. چون لوله ها دارای در واقع ضخامت یکسانن، اگر اینجا ایکس پایین بره این ایکس بالا میاد، یعنی از اینجا من میگم 2x من مساوی h که h رو به دست آوردم 15، پس x من میشه 7.5. یعنی لوله سمت راست 7.5 تا بالا میره، لوله سمت چپ سطح آبش 7.5 تا پایین میاد. حالا میگه ارتفاع آب در شاخه مقابل، یعنی این ور چقدره؟ 20 که خودش بود، 7.5 تا اضافه کردم جواب میشه 27.5. این جواب. حالا من یه سوالم میخوام اضافه کنم. تا اینجا رو فهمیدید بچه ها؟ تا اینجا رو ببینید فهمیدید؟ من میخوام یه نکته بهش اضافه کنم. نکته‌ای که میخوام اضافه کنم سواله که ارتفاع در لوله سمت چپ، در لوله‌ای که روغن وجود داره، ارتفاع مایه چند سانتی متره؟ چند سانتی متر به نظرتون؟ یعنی اینجا ما یه سوال جدید میخوایم مطرح بکنیم. ارتفاع مایه یعنی همه چی در لوله سمت چپ چقدره؟ میگم یه 20 سانت آب بود که 7.5 سانتش کم شد، یعنی چقدر میمونه؟ اصلا میتونم بنویسم 20، 7.5 تا کم شده، 25 تام روغن داره، یعنی 45 منهای 7.5، یعنی میشه 37.5. پس بی خود نیست که یه گزینه 37.5 هم تو گزینه ها برای ما گذاشته. اگر اشتباهاً برم ارتفاع مایه در لوله حاوی روغن رو حساب بکنم. قبوله بچه ها؟
پس گزینه 4 دام سواله که اگه اشتباه هم بخوای بری ارتفاع مایه در لوله دیگر رو حساب بکنی به این مشکل برمیخوری. خب این سوال نسبتاً ساده تغییرات بود. سوال میتونه از این همه مقدار سخت‌تر باشه. سوال سخت‌تر این سواله. این تست رو ببینید بچه ها، تست 23 با هم بخونیم یه بار. میگه که در شکل مقابل دو سطح جیوه در یک تراز قرار دارن و سیستم در حالت تعادل است. تقریبا چند سانتیمتر به ارتفاع ستون آب اضافه کنیم تا سطح آزاد آب و روغن در یک تراز قرار بگیرن. روشنه که اگر من اینجا آب اضافه بکنم بچه ها، اتفاقی که میفته اینه که اگه اینجا آب اضافه بشه، این سوال نسبتا سختیه ها، خوب دقت کنید، اینجا اگه مجددن آب اضافه بشه به سیستم، یه مقدار این پایینیه که جیوه است، من حالا با یه رنگ دیگه نشونش بدم، یه مقدار جیوه اینجا میره پایین، یه مقدار جیوه اینجا میاد بالا. این روغنم اگه من با قرمز نشونش بدم، روغنم یه مقدار بالاتر خواهد رفت به خاطر اینکه جیوه زیرش خل میده میاد بالا. یعنی شکل جدید بچه ها چطوری میشه؟ شکل جدید اینطوری میشه. میگم اگه این سطح سابق بود که جیوه دو طرف هم سطح بود، یه مقدار جیوه این ور میره پایین تر وای میسته، یه مقدار جیوه این ور میره بالاتر وای میسته. این از جیوه. بعدش من اینجا باید اون 25 سانت روغنم و کماکان داشته باشم. اینجا میگه سطح آب دقیقاً بیاد برابر با سطح روغن قرار بگیره. اینم میشه سطح آب. خب آب الان چند سانت ارتفاع داره ستونش؟ میگم یه 20 سانت که قبلا داشت، یه مقدارم من اضافه کردم. وقتی میگه چند سانتی متر، یعنی این مجهول مسئله رو اسمشو میذارم x. طبیعتاً از اینجا تا اینجا رو کلاً بهش میگم چقدر؟ میگم 20 سانت بوده، حالا x اضافه میشه، میشه 20 به اضافه x. دارم تازه شرح میدم سوالو برات. پایین چی داریم؟ ما یه اچی هم اینجا داریم بچه ها. این اچ اختلاف سطح جیوه در دو سمته. یعنی الان اینجا ما یه اچ، یه مقدار این پایین رفت، یه مقدار این بالا اومد. که حالا مشخصه که این نصف پایین اومده نصف اومده بالا، ولی این برای ما اهمیت نداره. بچه صدای منو دارید؟ احیانا صدای من هست، صدا و تصویر هست، مشکلی ندارید تو خوندن متن LCD؟ چون ما امروز استثنان در واقع فول اسکرین نمیتونیم بکنیم سفر رو، میخوام ببینم که خوب میتونید ببینید تصویر رو و صدای ما رو. خیلی خوب ادامه بدیم بچه حلو. سوال چی میگه؟ سوال این ایکس رو از من میخواد. من قدیما یه دونه مجهول داشتم، الان دوتا مجهول دارم، هم اچ مجهولمه هم این ایکسه. میام از در واقع برابری نقاط هم ارتفاع هم جنس، برابری فشارش استفاده میکنم. بین این نقطه آ و این نقطه بی برابری فشار مینویسم. یعنی یه رابطه من میشه برابری فشار، یه رابطه من میشه برابری ارتفاع، چون خود سوال گفته باید ارتفاع دوتا عین هم باشه. برابری ارتفاع رو اول بنویسم چی میده به من بچه ها؟ برابری ارتفاع میگم آن چیزی که بالای آس از لحاظ ارتفاع با بی باید یکسان باشه. یعنی 20 به اضافه x بچه ها به من میده از اون ور چی؟ h به اضافه 25. یعنی معادله اول نتیجهش میشه x مساوی h به اضافه 5. این اطلاعات اوله من. یه چیز جالب بهت بگم تا اینجا، تا همینجا میفهمم xی که من میخوام از 5 بزرگتره، یعنی دوتا گزینه یه 1 و 2 حذف میشه. من اگه هیچ وقتی نداشته باشم به عنوان دانش آموز کنکوری و بین دو گزینه رو شما پیشنهاد بدیم حتما بزنید، من باشم میگم وقتی 4.5 داده، 4.9 داده، 5.4، 9.4، احتمال این خیلی بیشتره که باشه. حالا البته نمیشه قطعی گفتا،
ولی یه جور دیگه هم میشه فهمید که جیوه که به اندازه آب بالا پایین نمیشه که. خب نمیخواد، نمیتونم انتظار داشته باشم مثلا الان اگه ایکس من در بیاد 9 خورده 9 و نیم، اچ منم باید در بیاد تو مایه های مثلا 4 و نیم دیگه، در صورتی که جیوه خیلی کم جا به جا میشه نسبت به آب. یعنی تو 5 سانت آب ریختی انتظار نداری 5 سانت جیوه جاشو عوض بکنه دیگه. روی این حساب احتمال زیاد جواب 5/14 اگه باهوش باشی، حواست جمع باشه، خیلی وقتا تستا همینجا جوابش در میاد. ولی حالا فرض کن ما نمیدونیم، میخوایم بریم جواب رو به دست بیاریم. فعلا من x مساوی چه به اضافه 5 دارم. ادامه بدیم. برابری فشار چی میده بچه‌ها؟ برابری فشار میگه که باید فشار آ با فشار بی برابر باشه. فشار آ حاصل چیاست؟ حاصل میگم من همه رو میخوام بنویسم، حتی نمیخوام 20 به اضافه ایست، دلیلش رو میفهمید. میگم روی آب ژ ضرب در 20 سانت به اضافه روی آب ژ ضرب در ایکس سانت مساوی اونور روی روغن ژ ضرب در 25 به اضافه روی جیوه جی ضرب در اچ. ببین متوجه میشی؟ من فقط روژه هاشار اینور رو با روژه هاشای اونور برابر گذاشتم. تو ممکنه بگی تو سوال فقط روی جیوه و روی آب به من داده، روی روغن نداده. ولی یه سوال بچه تو این شکل نگاه کنید، آیا این نقطه با این نقطه هم فشار نیست؟ هست دیگه. بالای این 20 سانت آبه، بالای این 25 سانت روغن، یعنی روژه 20 آب با روژه 25 روغن برابره. پس روژه 20 آب رو با روژه 25 روغن خط میزنن. بعضی ها اینجا میرن چگالی روغن رو حساب میکنن. میشه حساب کرد؟ معلومه، چون روئچ ها باید با هم برابر باشه. 1 ضرب در 20 اینجا 25، حتما روی روغن 8 دهمه. ولی اینجا میبینی نیاز نبود، فقط کافی بود با هم خط بزنیم. حالا که اینا رو خط زدیم دیگه چیا رو میتونیم خط بزنیم؟ میگم که عرضم به حضورت جی رو با جی خط میزنم. روی آب که مینویسم از این ور یه ایکس میمونه، از این ور روی جیوه 13.5 ایکس میشه 13.5 اچ. حتی اینم داره به من میگه که اچ من خیلی کوچیکتر از ایکسه. یعنی حتی اگه اینجا قانع نشدی اینجا دیگه با بزنی، میگم اچ نمیتونه خیلی نزدیک به ایکس باشه، 1/13، 1/14 خیلی کوچیکتره، پس نزدیکش باشه. حالا اگر قانع نشدی دیگه میتونم توی این مقدار بذارم. ایکس رو میتونی بذاری 13.5 اچ. الان ورداری اینو توی این جا گذاری بکنی، 13.5 اچ مساوی اچ به اضافه 5. پس 12.5 اچ میشه 5. پس اچ میشه 5/12.5. هر دو رو ضرب در 2 بکنم میشه 10/25 میشه 1/2. اچ میشه 14. اگه اچ شد 14، خب ایکس من چی بود؟ ایکس من بود اچ به اضافه 5 دیگه. از اینجا میگم ایکس هم میشه 5/14. یه تست سطح بالای کنکور که ما یه ذره باهوش بودیم، همون زودتر از این حرفا به جواب رسیده بودیم، ولی من میخواستم تا آخرش برم که ببینید در کل چجوری ما میتونیم یه همچین تست نسبتاً سختی رو حل کنیم. ببینید متوجه شدید چیکار کردیم؟ یه نگاه بکنید کلا، گرچه که جزوه رو میگیدید ولی یه تأملی روی سوال بکنید. اسکرین بگیرید، میدم بهتون چیزو ها، جزوه رو بهتون میدن ها، ولی میخواید اسکرین بگیریدم بگیرید. خب بریم ادامه بدیم. سوال میتونه یه جور دیگه هم مطرح بشه بچه ها. حتما نباید این تغییرات شکل خودش رو، حالا این چون سوال سخت است بذاریم آخر، سوال نباید شکل خودش رو به صورت حتما ریختن مایه نشون بده.
بعضی وقتا میتونه یه همچین تیپ سوالی مطرح بشه که مایات اول با هم هم ارتفاع هم عجیبه، چون روی نفت 8 یا حالا 800 کیلوگرم بر متر مکعب، روی آبم که 1، یعنی اینا با هم نباید توی یه سطح قرار بگیرن. چرا توی یه سطح قرار گرفتن؟ چون این شیر ارتباط بینشون بسته است. من مطمئنم که اگه شیر ارتباط بینشون رو باز بکنم، مایع با چگالی بیشتر که اینجا آبه میاد و نفت رو یه مقدار به سمت بالا هل میده. یعنی من میدونم بعد از تلاقی همچین اتفاق میفته. میگم اگه این آب رو آبی فرض کنم و این نفت رو مثلا قرمز، آب آبیه یه مقدار نسبت به این سطح میره پایین. یکم از این ور میاد بالا و روغن هم در واقع حالا اینجا نفته، نفت هم یه ذره میره بالاتر از حالت عادی باریز. درسته؟ حالا با هم برابر هم داده، میتونست زخامتار هم متفاوت بده. میگه سطح آب چند سانت پایین میاد. خوب دقت کن آقا جون، نفت که هنوز همون 50 سانت سابقه. من ببینم اینجا رو دارم مینویسم بچه، از اینجا تا اینجا میگم الان این چقدر جلوش کافیه رو اچ ها رو با هم مساوی قرار بدیم. اگه اینو اچ بذاریم میتونم بگم یک آب، حالا هزار هم میتونی بذاری اچ، یک هم میتونی بذاری یک هشت هم یا هزار هشت، یک ضرب در اچ مساوی 8 ضرب در 50. از اینجا میفهمم اچ من 40. خب اچ 40 بچه ها، یعنی من الان اگه این خط رو اینجا در نظر بگیرم میگم الان بالای اینجا 40 سانت آب دارم. مگه کلش 50 سانت نبود؟ پس 10 سانت دیگه، نصفش این زیره، نصفش این زیره، یعنی من یه 40 اینجا دارم، یه 5 پایینش، یه 5 هم اینجا. حالا سوال چی میخواد؟ میگه سطح آب چند سانت پایین رفته؟ نگی 10 سانتا، 10 هم گذاشته تو گزینه یک گول بخوری. میگم خب این یه 5 سانت هم پایینشه، یه 5 سانت اینجا است، یعنی در واقع 5 سانت اینجا بالا رفته، بنابراین میشه 45. یه جور دیگه هم میشد فهمید که اختلاف سطح این دوتا یا اختلاف سطح این دوتا 40، طبیعتاً همون قد این ور داریم که اینجا، یا از تو روغن هم میتونی بگی که این یه مقدار بالا رفته، این همون قدر پایین اومده. اگه این اختلافشون 10 سانته، یعنی 5 سانت این پایین رفته، 5 سانت اون بالا اومده. با همه این حرفا ارتفاع آب اینجا 45 قبلاً 50، طبیعتاً 5 سانت پایین اومده. ببینید اگه سوالی هست بفرمایید. خب این تست 26، تست 27 تست سختیه بچه ها. اینو ترجیح میدم بذاریم آخر اگه فرصت شد حل بکنیم، چون یه مقدار انرژی بره، میخوام به همه مباحث برسیم. بعدش اگر رسیدیم بیایم این تست رو حل بکنیم. جزئیات زیاد داره، خیلی تست خوبیه، ولی چون جزئیاتش زیاده و خیلی بعیده که یه همچین تستی معمولا تو آزمون‌ها تر بشه، اینو به عنوان در واقع ضربه نهایی میذاریم که اگر رسیدیم بقیه سوالا رو حل بکنیم به اینجا برسیم. پس ما لوله‌های یوشکل با حالت گذار رو ازش 3 تست حل کردیم و یه تست سخت رو گذاشتیم، انشاءالله فرصت شد راجبش صحبت بکنیم. برگردیم بیایم در مورد فشار سنج ببینیم چیا گفتیم. اگه کامل حرف زدیم فقط سوالاتش رو حل بکنیم. فشار سنج جیوه‌ای صحبت کردیم بچه‌ها راجبش اصلا، یا هیچی نگفتیم؟ بگید ببینم.
ولی من فکر کنم یه صحبتایی کردیم ها. اینجا که نیروهای بین مولکولی اگه هیچی نگفتیم من همینجا بیام راجبش صحبت کنم. به من بگید فقط که ما چیزی گفتیم راجبش یا نه. آها خب پس هیچی صحبت نکردیم، الان جاشه که راجبش حرف بزنیم. خب بیایم اینجا بین این دوتا صفحه من دوتا صفحه اضافه بکنم. خب میخواییم بچه ها راجبه بارومتر یا فشارسنج جیوه‌ای صحبت بکنیم. راجبه این صحبت کردیم بچه ها، این مانومتر بود. مانومتر یه فشارسنجی بود که این ور و اون ورش یه مخزن گاز بین در واقع پی صفر و مخزن گاز اختلاف بود که از اینجا میتونستی فاصله پی صفر را مخزن گاز رو پیدا بکنی. یعنی مانومتر یه جور فشارسنج بود که خیلی ساده تر میشد راجبش حرف زد. میگفتیم مانومتر یه همچین چیزی بود. این تو یه گاز بود، اینجا پی صفر. من میتونستم اختلاف فشار اون گاز رو با پی صفر به دست بیارم، ازش میشد یه درکی نسبت به پی صفر به دست آورد، ولی فشار مطلق پی صفر به دست نمیومد. این نکته مهمیه که ما فشار مطلق پی صفر رو نمیتونیم با مانومتر به دست بیاریم، فقط میتونیم اختلافش رو با یک گاز محصور تعیین بکنیم. خیلی خوب، حالا میخوایم راجع به دومی موضوع که فشار سنج جیوه‌ای صحبت بکنیم. فشار سنج جیوه‌ای اسامی دیگه ای هم داره، بهش جو سنج میگن، بهش بارومتر میگن که بعضا با مانومتر اشتباه ممکنه بگیری، و بهش فشارسنج توریچلی هم میگن. البته این توریچلی رو دیگه حالا تو کتاب قدیم بود، ولی ممکنه تو تستای قدیم این رو هم ببینید. فشارسنج جیوه‌ای یا جوسنج چجوری کار میکنه بچه ها؟ یه شخصی به نام توریچلی اومد یه ایده جالبی داد برای حل این مشکل که ما چطوری پی صفر رو به دست بیاریم. گفت آقا شما یه ظرفی داری، یه ظرف پر از جیوه، این پر از جیوه، بعد میگه من یه لوله شیشه‌ای برمیدارم، یه لوله آزمایش شیشه‌ای، این رو میخوام بندازم داخل ظرف جیوه. چطوری بندازم؟ میگه یه جوری میخوام بندازم که همه هوای داخلش خارج بشه، این کاملا توش پر از جیوه باشه. تا اینجا که اوکیه، من یه لوله داشتم، لوله رو کامل انداختم تو ظرف جیوه، یه جوری انداختم که هوا توش گیر نکنه، همش بشه پر از جیوه. حالا میخوایم ببینیم که اگه این کارو بکنیم و لوله رو از ته بیاریم بالا چه اتفاقی برای این ظرف میفته. نگاه کنید اینجا رو، اینو یه ذره من کوچیکش بکنم چون میخوام در واقع اون شکل اصلی رو برای شما بزرگ رسم می‌کنم. پس میگیم لوله را طوری داخل ظرف جیوه فرو می‌بریم که داخل لوله پر از جیوه شود. حالا تو مرحله دوم بچه ها من این لوله رو از ته از در واقع ظرف جیوه خارج میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا اگه این ظرف جیوه مد نظر منه،
و اینم توش پر جیوه است، لوله رو آروم آروم میارم بیرون. اتفاقی که میفته اتفاق جالبیه، میگه لوله رو وقتی دارم میارم به سمت بالا بیرون، جیوه باهاش بالا میاد. به نظرتون چرا جیوه باهاش بالا میاد؟ به خاطر این بالا میاد که شما دو طرف پی صفر داری. پی صفر هم چیز بزرگیه، اینجا پی صفر زیادی وجود داره و ته این لولهه اگه قرار باشه جیوه باش بالا نیاد خلع میشه. خب خلع هم که فشار صفر، ما میگفتیم همیشه فشار از جای بیشتر به سمت کمتر نیرو وارد میکنه. این پی صفر جیوه رو فشار میده و جیوه وقتی یه جایی مثل خلع پیدا کنه به سمتش حرکت میکنه، پس این بالا میره. یعنی به خاطر تأثیری که پی صفر داره این جیوه رو هل میده و جیوه نمیذاره این ته به این راحتی خلع بشه. ولی بالاخره پی صفر هم یه زوری داره و تا یه جایی میتونه جیوه رو بالا بیاره. یعنی اگه زیادی اینو بیاری بالا میبینی که تا یه جایی جیوه بالا میاد و دیگه بالا نمیاد و اهمیتی هم نداره که این رو صاف یا کج بالا بیاری. هر چقدر بالا بیاری به خاطر اینکه ارتفاع جیوه باید ثابت باشه، به یه اندازه اچی جیوه بالا میاد. حالا اگه مایلم بود شما باید این در واقع قسمت قائمش رو در نظر بگیرید. تا اینجا میگه خب این کار رو که تهش چی؟ میگیم ایده جالبش اینجا بود. ببینید مثلا این نقطه رو اگه اسمشو بذارم آ و این نقطه‌ای که دقیقا زیر این ستون جیوه است اسمشو بذارم بی، قبول داری فشار آ و فشار بی برابره؟ میگیم که معلومه برابره. فشار بی مساوی فشار آ. از طرفی بی بالا سرش چی داره؟ بی بالا سرش روی جیوه جی اچ داره و آ چیه؟ آ خود پی صفره. یعنی الان توریچلی با این روشی که ابداع کرد تونست فشار پی صفر رو کاملا به دست بیاره. یعنی گذاشت که پی صفر یه جایی زور بزنه، مایه یه جایی بده بالا، از اونجا دقیقا میزان فشاری که پی صفر داره رو تونست به دست بیاره. پس من اینجا فشار پی صفر رو به دست آوردم، کار انجام شد. سوال من اینه که چرا توریچلی از جیوه استفاده کرد؟ مثلا چرا از آب استفاده نکرد؟ بچه ها میگه فشار جو که یه مقدار مشخصه، منم میخوام از روژه هاش به دستش بیارم. جی هم که عدد ثابته، طبیعیه که شما هر چقدر روی بیشتری صرف بکنی اچه کمتری نیاز داری. میگه این لوله آزمایش هم بالاخره یه طولی باید داشته باشه، من هر چقدر بتونم مایه و چگالی بیشتر انتخاب بکنم طبیعتا از اون بر نیاز به لوله کمتر دارم. از اونجایی که ما میدونیم مثلا چگالی آب حدود 1/13 1/14 جیوه است، اگر از آب استفاده میکرد به لوله حدود 14 برابر لوله فعلی نیاز داشت. مثلا ما میدونیم حدودا فشار جو بین 70 تا 80 سانت جیوه رو بالا میاره. خب اگه اینجوریه بخواید 14 برابرش کنی نزدیک 10 متر آب باید بیاره بالا تا از یه جای دیگه بالاتر نیاد. یعنی شما یه لوله 11 متری نیاز داری که تا 11 متر هم بری بالا، 11 متر میشه تقریبا 3-4 طبقه ساختمون. اون بالاها ببینی کجاها دیگه آب بالا نمیاد، که خب معلومه که کار غیر معقولیه. پس این که جیوه رو انتخاب کرد دلیلش این بود. و یه واحد جدید هم برای فشار به دست اومد، واحد فشار سانتیمتر جیوه. دلیلش هم همین داستان بود، یعنی میگفتن حالا که با این وسیله ما میتونیم فشار رو اندازه گیری کنیم، فشار جو رو، مثلا میگیم جو اینجا رو 76 سانت جیوه رو میده بالا، یه جای دیگه 80 سانت جیوه رو میده، دیگه معروف شد. همین رو به عنوان یه واحد فشار شناسایی کردن که معمولا برای فشار جو، ولی حالا تو مسئله ما همه جا ممکنه به کار بره که فشار چند سانتی متر جیوه است. حالا سانتی متر جیوه رو چجوری تبدیل میکنیم؟ میگیم تبدیلش مثلا روی جیوه جی اچ مساوی فشار به پاسکال. این اچه هرچی که به دست بیاد متره، اگه به سانتیمتر تبدیلش بکنی
میشه همون سانتی متر جیوه‌ای که من نیاز دارم. فقط کافیه اینو ضرب در صدش بکنی که سانتی متر در. مثلا فرض کنید از من میپرسه به طور مثال، من یه تبدیل براتون بنویسم. مثلا سوال یا مثال، ده سانتی متر جیوه چند پاسکال است؟ خب من چی می نویسم؟ می نویسم فشار به پاسکال میشه روژ هاش، یعنی روی جیوه که 13600 ضرب در 10 ضرب در اچش که 10 سانته، یعنی از لحاظ متری یک دهم. خب این میشه 13600 پاسکال، یعنی هر 10 سانت جیوه 13600 پاسکال فشار داره. حالا هر چی بهت بدم میتونی با همین تبدیل به دستش بیاری. این از این. یه چیز کوچولو دیگه هم مونده که بگم بعد بریم سوال حل کنیم بچه ها. توی این لوله اینجا چی؟ اگه اینجا رو من نقطه سی در نظر بگیرم براش، این لوله که هنوز کامل بالا نیومده، مگه فشار سی هم با این دوتا برابر نیست بچه ها؟ فشار سی که خب اچ خیلی کوچیکتری داره، مثلا بگیم اچ پریم، مابقی فشار رو کی داره تحمل میکنه؟ بالاخره پی آ برابر پی بی برابر پی سی. اینجا اگه بخوام بنویسم پی سی رو باید چی بنویسم؟ بنویسم رو جه اچ پریم، مابقیش باید با این برابر باشه. میگم ته لوله داره یه زوری مایه به ته لوله و یه نیروی هم همون ته لوله به مایه وارد میکنه، که اگه با اف نشون بدم نیروشو، اینجا میگم یه اف آومی هم وجود داره. یعنی اگه ته لوله هنوز جیوهی هست و بالا نیومده، شما باید یه اف آومون برای اون لحاظ بکنید. قبوله بچه ها؟ بسیار خوب. من یه سوالم اینجا براتون بنویسم ببینم یه چیزی رو متوجه میشید، که بعد برین سراغ جزوه. میگیم فشار جو در محل مورد نظر چند سانتی متر جیوه است؟ نگاه کنید یه همچین چیزی به شما داده، دو تا لوله هم اینجا بالا برده، تو یکی اینقدر مایه بالا رفته، تو یکی اینقدر، اینم توش هر دو جیوه است. این ارتفاع رو داده 70، این ارتفاع رو داده 75. میگه فشار تو این نقطه چند سانتی متر جیوه است؟ شیش تا گزینه براش می نویسم بچه ها. 1 70، 2 75، 3 حداقل 70، 4 حد اکثر 70، 5 حداقل 75، و 6 حد اکثر 75. این تست معروف کنکوره. جواب؟ کدوم نقطه نداره؟ میگه فشار جو. فشار جو. قبل از این که به این سوال بخوایم جواب بدیم، برگردیم یه بالای چیزی رو ببینیم. بچه ها اینجا تو این شکل
ما اعتقاد داشتیم چون خودمون لوله رو بالا آوردیم اینجاها ما فشاری نداریم، یعنی اینجاها فشار صفره. حالا اینجا که چی هست؟ یا میگیم خلأه یا حالا واقعا خلأ نیست. توی فیزیک دهم فصل دما و گرما میبینیم که تبخیر سطحی باعث میشه هر چقدر فشار کم بشه مایع اونجا یه مقدار تبخیر شه. حالا اینجا یا خلأ در نظر میگیری یا بخار جیوه، ولی فشارش تقریبا صفره. ولی قرار نیست که هر شکلی که میبینیم، ما خودمون اینو کشیدیم بالا و میدونستیم اینجا گازی گیر نکرده، ولی ممکنه توی سوال این بالا گاز باشه. کما اینکه تو این سوال روشنه که حتما اگه من این دوتا رو بگیرم، مثلا گاز یک و گاز دو، حتما تو این گاز دوه یه گازی وجود داره، یعنی این حتما خلأ نیست. یکه ممکنه خلأ باشه ممکنه نباشه. یعنی من اگه بخوام فشار جو رو اندازه گیری کنم، میگم فشار جو از لوله سمت چپ میشه پی گاز یک به اضافه 75 سانتیمتر جیوه. اگه بخوام از شکل سمت راست ببینم چقدره، میگم پی صفر چی میشه بچه ها؟ میشه پی گاز دو به اضافه 70 سانتیمتر جیوه. الان با دونستن این دوتا به نظرتون جواب گزینه چنده؟ گزینه چنده؟ گزینه پنجه، چون حداقل 75 رو که داره. حالا اگه گاز یک خلأ باشه میشه خود 75، اگه خلأ نباشه بیشتر از 75. پس میگیم اگر گاز یک خلأ باشه میشه خود 75، ولی اگر گاز یک خلأ نباشه فشار من بیشتر از 75 در اون نقطه است. قبوله بچه ها؟ همه متوجه شدن؟ مشارکتتون تو کلاس کمتره ها، یعنی تو ساعت قبل تو 12 خیلی بهتر بود مشارکت، الان کمتر جواب میدید، دارید نگاه میکنید ببینید آخرش چی میشه. آخرش چی نمیشه، باید درس تموم میشه. خب اینو داریم. یه چیز دیگه هم این پایین بگیم بعد بریم سوال حل کنیم. بچه ها راجع به فشار هوا یکم صحبت کنیم. ما اگه یه مایع تراکم ناپذیر داشته باشیم، مثل آب، میبینیم که توی آب اگه یه ظرف آب داشته باشم فشارش چطوری تغییر میکنه از بالا تا پایین. میگم که اگه این مایع باشه فشارش، به خاطر اینکه رو همه جا یکسانه، رو همه جا یه عدده، تغییری نمیکنه. ولی اچ هر چقدر میام پایین، اچ من بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. بنابراین چون فشار مساوی روژه هاشه و این ثابته بچه ها، این تیکه ثابته، میگم فشار با اچ رابطهش خطیه. یعنی من اگه فشار بر حسب اچ رو رسم بکنم و اچ عمق مایع باشه، من انتظار دارم فشار اینجوری افزایش پیدا بکنه و اینجا هم مثلا بگیرم فشار پی سف یا هر چیزی که بالای این سطح قرار داره. ولی این پس برای مایع تراکم ناپذیر مثل آب. مایع تراکم ناپذیر یعنی چگالیش ثابت باشه. ولی برای یه گاز تراکم پذیر داستان یه مقدار متفاوته. گاز تراکم پذیر
چگالیش تغییر میکنه بچه ها. یعنی اگه من یک سطح خیلی بزرگ در حد کره زمین داشته باشم که یه آدم اینجا وایساده روش و اینجا تا اینجا جو باشه، میگم اینجاها تراکم گاز خیلی کمه، پایین میام تراکم گاز یه مقدار بیشتره، ولی این پایین تراکم گاز خیلی زیاد. یعنی از بالا که میام پایین رو به مرور زیاد و زیاد و زیادتر میشه. اچ هم اگه اچ رو عمق بگیریم میگیم اچ هم به مرور بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. نتیجتاً از اونجایی که فشار مساوی روژه هاشه بچه ها، میگم نه تنها رو اینجا ثابت نیست بلکه متغیر تعیین کننده است. یعنی اینجا هم اچ زیاد میشه هم رو زیاد میشه، پس فشار خیلی زیاد میشه. یعنی اگر شما بیاید اچ رو عمق در نظر بگیرید یه همچین شکلی خواهید داشت. اگه اچ رو عمق در نظر بگیرید شما میگیم یه همچین شکلی خواهیم داشت. ولی تو خیلی از سوالات و البته کتاب درسی اچ رو میان ارتفاع در نظر میگیرن. خب اگه ارتفاع در نظر بگیری ما که میدونیم این بیشتر این فشار ممکنه، هرچی میریم بالا فشار کمتر میره کمتر میشه. اگر من اچ رو ارتفاع در نظر بگیرم طبیعیه که این حالت سهمیوار به این شکله، یعنی تو اچ صفر من پی صفر دارم و توی اچ های بیشتر یعنی میرم بالا، اینجا که اچ خیلی زیاده فشار مقدار کاهشی پیدا میکنه، اینجا اچ کمتر، اینجا هم که اچ نزدیک بشه. پس حالا علت این داستان چیه؟ علتش چیه که چگالی اینجا افزایش پیدا میکنه؟ میگم نیروی جاذبه و وزن لایه‌های بالایی، میگم وزن لایه‌های بالایی باعث تراکم لایه‌های پایینی میشود. یعنی همش به نیروی گرانش و وزن وابسته است که این اتفاق میفته. اینایی که نوشتین رو وارد جزوه کنیم، آره حتما وارد جزوه کنیم، البته اینو بهتون میدیم ولی به نظر من حتما این رو توی جزوه وارد کنیم. به نظرم این فایل رو پرینت بگیرید بچه ها و یه صفحه در میون، حالا چند صفحه چند صفحه، صفحه سفید اگه سیمی میکنید در نظر بگیرید و این اطلاعات رو حتما بنویسید. گرچه که در مورد فشار جو ما توضیحات خوبی تو خود جزوه هم داریم، یعنی این صفحه میشه چند؟ صفحه 17. همون ماجرایی که رو سطح زمین چگالی بیشتره، اگر اچ رو بگیرم ارتفاع همچین شکلی دارم، همه اینا رو دیدیم تو جزوه میبینیم، ولی خب نوشتنش هم خالی از لطف نیست. خب با این توضیحات بیایم چند تا سوال جواب بدیم دیگه، من زیاد صحبت کردم، هم من خسته شدم هم شما هم خوبه که چند تا سوال ببینید. اول بیایم بچه ها تست 19 رو جواب بدید چون تست ساده تریه. تست 19 رو ببینید. خب تست 19 چی میگه؟ میگه که کدام یک از گزینه‌های زیر درسته؟ جوسنج یا بارومتر وسیله ساده‌ای برای اندازه‌گیری فشار یک شاره محصور. این غلطه، این مانومتر اینجوری بود پس این غلطه. فشارسنج یا مانومتر وسیله ساده‌ای برای اندازه‌گیری فشار هوای محیط. این بارومتر بود نه مانومتر. دقیقاً با اسم مانومتر و بارومتر داره بازی میکنه. سوم، فشار پیمانه‌ای یک شاره اگه منفی باشه بدین معناست که فشار آن از فشار هوای محیط کمتر است. این درسته، فشار پیمانه‌ای اگر مثبت بود یعنی فشار از فشار جو بیشتر بود، اگه منفی بود یعنی فشار از فشار جو کمتر. و آخر میگه
سطح مقطع لوله شیشه‌ای که در بارومتر و مانومتر استفاده میشه اهمیت داشته، اهمیت نداشت. ما راجع به سطح مقطع صحبتی نکردیم. بیایم بالا. آها، قبل از این که الان ما سوال 17 رو بخونیم، بچه ها طبق این توضیحی که من دادم، ما انتظار داریم فشار هوا در مناطق کوهستانی بیشتر باشه یا مناطق مثلا در ارتفاع کم مثل شهرهای ساحلی؟ انتظار داریم فشار کجا بیشتر باشه، تو شهر ساحلی یا شهر کوهستانی؟ طبق اون توضیحاتی که در مورد فشار جو دادیم. یا کامنتاتون خیلی دیر میاد یا خیلی دیر پیام میدید، چون من نگاه میکنم توی شهر ساحلی فشار بیشتره. چرا؟ چون من ارتفاع کمتری دارم دیگه، یعنی انگار لایه‌های بیشتری بالا سر ما قرار داره. مرسی مرسی. خب با این توضیحات تست 17 رو جواب بدید لطفا. میگه مطابق شکل سه فشار سنج جیوه‌ای را در سه شهر مختلف قرار داده ایم، کدام گزینه در مورد این سه شهر نادرست است؟ نگاه کن، این که 70 سانته یعنی فشار آ 70 سانتی متر جیوه است، این 50 سانته یعنی بی 50 سانت، پس A 70 بی 50، سی 120 درجه داده با زاویه 30 درجه، ما میگیم ضلع مقابل نصف وتره یعنی میشه 60، پس شهر سی 60 سانته. با این توضیحات جواب بدیم. میگیم که فشار میگه کدام نادرست است؟ فشار هوای شهر سی از همه شهرها بیشتر است. معلومه غلطه. سی 60 بی 50 آ 70. پس جواب ما همینه. ولی ستای دیگر هم بخونیم. ارتفاع شهر آ از سطح دریا کمتره نسبت به دو تا شهر دیگه. درسته دیگه. آ بیشترین فشار رو داره، پس کمترین ارتفاع رو داره، یعنی دو درسته. سه، اختلاف فشار شهرهای بی و سی 10 سانتی متر جیوه است، بی و سی اختلافش 10، اینم درسته. و فشار هوای شهر آ 7/5 فشار هوای شهر بیه، آ 7/5 بیه، درسته. نکته جالب اینه که ما فشار بر حسب سانتی متر جیوه رو میتونیم اینطوری نسبت به هم هم بگیریم، چون با یه ضریب به پاسکال ربط پیدا میکنه دیگه. روی این حساب واقعا اگه این 70 و 50 7/5 به پاسکال هم تبدیل بکنم، همین 7/5 برقراره. بیایم یه تست دیگه ببینیم. تست 18 رو ببینید بچه ها. میگه در شکل زیر نیروی وارد از طرف جیوه بر انتهای بسته لوله به سطح مقطع 3 سانتی متر مربع 4.8 نیوتونه، فشار هوای محیط چند سانتی متر جیوه است؟ خب نگاه کن، من اینجا یه 130 دارم با زاویه 30 درجه، خب نصف وتره یعنی میشه 65، یعنی 65 سانت فقط جیوه آورده بالا، تازه تهش هم داره نیرو وارد میشه، یعنی همون اول من دوتا گزینه رو خط میزنم، چون فشار حتما از 65 سانت باید بیشتر باشه، چون خودش میگه نیرو دارم ها، اگه نمیدونستی ممکن بود این ته ماجرا باشه، ولی وقتی نیرو دارم حتما بیشتر از اینه، 65 سانتی جیوه است به اضافه اف آ، پس از 65 بیشتره، یعنی گزینه های 60 و 65 حتما خط میخورن. چی قد شد؟ کیفیت بچه ها الان هنوز کیفیت بده؟ اگه کیفیت بده من بچه های فنی بگم چکی بکنم ببینید کیفیت تصویر بده. تا دارید کیفیت رو جواب میدید، من جواب آقای قائمی رو بدم. 60 سوال قبل میگی از کجا اومد؟ سوال قبل 120 بود مایل، یعنی من اینجا یه 120 داشتم، 120 با زاویه 30 درجه، میگم این تیکه میشه 120
سینوس 30 درجه میشه 60. بچه هنوز کیفیت بده. آها درست شد. خیلی خوب. الان آقای قائمی 60 تو اگه فهمیده باشی اون 65 هم فهمیدی یا 60 تو فهمیدی شد؟ ما میگیم ضلع روبرو به زاویه 30 درجه نصف وتر، اگه با سینوس هم بخوای بری که اونم داره همینو میگه. الان سوال بعدم هم همینه دیگه، ما 130 داریم 30 درجه، 130 ضرب در سینوس 30 درجه میشه 65. فکر کنم متوجه شدی منظورمون چیه. خب حالا اف او رو حساب کنیم به سانتی متر جیوه، با این جمعش بکنیم چون آخرام به سانتی متر جیوه میخواد. اف او من چقدره بچه ها؟ اف از 4 و 800 به روی پاسکال میخوام، پس اس آیش میکنم 3 در 10 به توان منهای 4 سانتی متر مربع. 4 و 8 هم به روی 3 میشه 408 سوم اگر بگیرم میشه 136. یعنی عرضم به حضور 136 دو تا از 10 این برداشتم، دو تا دیگه هم برمی‌دارم میشه 13600. این 13600 پاسکاله، من باید به سانتی متر جیوه تبدیلش بکنم. میگم روی جیوه جی ضرب در اچ، روی جیوه هم هست 13600. خود سوال داده ها اینا هاش 13600 با هم خط میخورن، یعنی 10 اچ باید بشه 1. میگم 10 اچ میشه 1، پس اچ میشه 1/10 متر یا 10 سانتی متر. یعنی فشاری که اف آوم ایجاد میکنه 10 سانتی متر جیوه است. من به جای این میذارم 10، 65 به اضافه 10 میشه 75 سانتی متر جیوه. درست شد؟ جواب تست قبلی چند شد؟ جواب تست قبلی چند شد بچه ها؟ تست 17 جواب شد گزینه 1. خب تست 18 رو ببینید همه فهمیدید؟ ما بریم سر وقت تست هایی که حل نشده. خب یه دونه تست تعریفی داریم، این تست تعریفی رو من میخوام شما حل کنید. اینجاست، نه بالاست، این تست رو جواب بدید بچه، تست سی رو جواب بدید، راجبش الان صحبت کرد. میگه کدام گزینه نادرست است؟ با افزایش ارتفاع از سطح زمین چگالی هوا کاهش می‌یابد؟ هرچه به سطح زمین ها، با افزایش ارتفاع چگالی کاهش پیدا میکنه دیگه، این درست، پس این جواب ما نیست. هرچه به سطح زمین نزدیک تر شویم فشار هوا بیشتر می شود. خب اینم که درست. نیروی جاذبه زمین سبب می شود که لایه های زیرین هوا نسبت به لایه های بالایی متراکم تر شوند. اینم درسته. با افزایش ارتفاع سطح زمین فشار به صورت یک نواخت، یک نواختش غلط بود، به صورت غیر یک نواخت، یعنی اینجوری کاهش پیدا می کرد. و جواب گزینه 4. همه متوجه شدن اینو؟ پس ما الان ماجرای فشار سنج، فشار هوا رو، این دوتا رو با هم بحث کردیم. دوتا بحث پایانی مونده، منتها من دلم نمیاد که شما این سوال رو نبینید. ما سوال ساده مانومتر دیدیم که چجوری حل میشد، یه سوال این شکلی هم ببینیم. جالبه سوالاتی که توش از مایه های مختلف استفاده میشه و شما فقط باید بتونید برابری فشار در دو سمت بنویسید. یه نگاهی به سوال بکنید، میگه در شکل زیر اگر فشار هوا 10 به توان 5 پاسکال
و چگالی آب و جیوه به ترتیب 1000 و 13600 واحد اس آی باشد، اچ چند سانتی متر است؟ نگاه کنید، این که پی نوشته 1.3 در 10 به توان 5، من یه حرکتی میخوام بکنم، اینجا رو اسمشو بذارم پی 1، بیرونم که پی 0، اینم که خودش داده پی. بچه ها بین این دوتا فضا، بین پی و پی 1 چی میتونم بنویسم؟ اچ تا با هم فرق دارن، اچ سانت جیوه، این پی بیشتره، یعنی پی به اضافه، ببخشید الان من این دوتا رو با هم برابر قرار بدم، پی 1 با اچ سانت جیوه میشه پی، یعنی پی 1 به اضافه اچ سانتی متر جیوه مساوی میشه با این عدد، یعنی 1.3 در 10 به توان 5. دقت کنید بین این دوتا نقطه من برابری فشار نوشتم، بین نقطه آ و نقطه B. پی 1 و اچ سانتی متر آب شد 1.3 در 10 به توان 5. اگر بیام بین این دوتا نقطه برابری فشار بنویسم چی بچه ها؟ بین نقاط C و D. قبول دارید پی 0 با 28 سانت آب میشه پی 1؟ پس من از برابری این دوتا به این نتیجه میرسم که پی 1 به اضافه یه. نه نه نه، پی 1 برابر اون یکیه، یعنی پی 1 سمت چپ یک خود پی 1ه. برابری فشار سی و دی، سی بالاش فقط پی یکه، می نویسم پی یک، سمت راست یه پی صفر دارم، یه دونه اچ سانتیمتر آب، می نویسم اچ سانتیمتر آب، که البته به من 28 مقدارش هم داده، این ور رو می ذارم 28 سانتیمتر آب. یه اتفاق جالبی که تو این سوال می افته اینه که شما می تونید دوتا معادله رو از هم کم کنید، دو تا معادله رو از هم کم بکنید، پی یکی که مجهول منه، یکی از مجهولاتی که اصلا نیازش هم ندارم، خط میخوره. یعنی اینجا من اینا رو از هم کم میکنم، یه اچ سانتی متر جیوه میاد پایین که اینو حالا باید تبدیلش بکنیم، یه 1.3 در 10 به توان 5 میاد، یه پی صفر که خود سوال گفته 10 به توان 5، یه منهای 28 سانتیمتر آب میاد پایین. خیلی جالب شد. اصلا من یکی از فشارهایی که اون وسط نمیدونستم، شما نگاه کنید تو این سوال هم پی صفر رو داشتیم، هم پی صفر رو داشتیم، هم فشار این گازه، فشار این وسط رو نداشتیم، با یه ابتکار کلن پی یک رو از مسئله حذفش کردیم. خب الان ادامه بدیم مسئله رو، کافیه فقط جاگذاری بکنم، یعنی بیام اینا رو با روی آب و روی جیوه جاگذاری بکنم. این الان اچ سانتیمتر جیوه چی میشه؟ میشه روی جیوه ج ضرب در اچ مساویه 1.3 در 10 به توان 5، منهای 10 به توان 5 میشه 0.3 در 10 به توان 5 یا 3 در 10 به توان 4. اینم 28 سانت آب میشه منهای روی آب که 10 به توان 3 ده به توان 3 ضرب در جی ضرب در 28 صدم. این نمیدونم چرا این اینجا باید می نویسه، اینو درستش نمی کنه. 10 به توان 3 ضرب، اینم یه 10 به توان 4 میده، 28 صدم در 10 به توان 4، 3 در 10 به توان 4، کافیه این دوتا رو از هم کم بکنم، یعنی میگم روی جیوه که روی جیوه رو به من اینجا چقدر داده بچه ها؟ داده 13600. اینجا بیام همون 13600 رو بنویسم، مینویسم 13600 ضرب در 10 ضرب در h مساوی اختلاف اینا که این 10 به توان 4 رو فاکتور میگیرم، 3 منهای 28 صدم، یعنی 2 عرضم به حضورتون 72 صدم در 10 به توان 4. خب الان 10 به توان 4 رو میتونم با این ور یه جورایی ساده بکنم، چی بگم؟ بگم الان 3 تا 0 اینو با در واقع یه
سه تا از این بزنم یه ده بمونه، اچ من میشه 27.2 به روی 136. 272 دو تا 136 یعنی میتونم بگم این یه دوه که یه یک دهم هم باید توش خط بخوره، میشه 2 دهم متر یا از اون ور 20 سانتی متر. جواب گزینه 2. بسیار سوال مهمی بود که شما بلد باشید از ترکیب دو تا مانومتر یه مجهول رو به دست بیارید. حالا مجهول میتونه یکی از فشارها باشه، میتونه یکی از ارتفاعها باشه، هر کدوم بود باید بتونید ازش به دست بیارید. من برابری ها رو نفهمیدم که چطور ارتباط برقرار کردیم بینشون. آها ببین، برای نقطه آ نوشتم پی آ مساوی پی بی. پی آ چی بالا سرش داره؟ فقط این پی رو داره دیگه، یعنی این همون پی آست. پی بی چی بالا سرش داره؟ یه پی یک داره و این اش سانتیم جیوه، این همون پی بیه. درست شد؟ پایین هم همینطور، پی سی مساوی پی دی. پی سی میشه همین پی یک، یعنی از یه طرف پی سی این وریه و این وریه هم که پی دیه. ببین فهمیدی آقای منجزینی ها؟ قسمت همین سوالو میگی دوباره توضیح بده؟ خب بیام از اول بگیم، از اول توضیح کلی بدیم. میگیم آقا ما یه برابری فشار بین این دو تا نقطه نوشتم، این پی رو با پی یک به اضافه اچ سانتی متر جیوه نوشتم. اینها پی یک به اضافه اچ سانتی متر جیوه شده این، و اینجا سی و دی رو با هم برابر گرفتم. اون تا یکی دو تا ابتکار زدم، این ابتکار رو میشه هم نزد. بذارید برم توی صفحه سفید اینو یه جوری که، چون حالا بعضی شما جلسات قبل هم سر کلاس نبودید، یه چیزی بنویسم براتون که قابل فهم تر باشه. نگاه کنید، ما یه نقطه اینجا یه همچین چیزی داشتیم، یه هم چیزی داشتیم که اینجا به همون پی 1.3 در 10 به توان 5 وصل بود. اینجا رو من اسمش گذاشتم پی 1. بچه ها بین اینا اگه بیایی تساوی فشار بین آ و بی بنویسی و اینجا اچه و این جی وست، طبق اون چیزی که شما بلدی چی میتونیم بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم پی آ مساوی پی بی، پی آ هست 1.3 در 10 به توان 5. پی بی چیه؟ این پی کست به اضافه روی جیوه جی اچ، این یه معادله. بعد در ادامه این به یه ظرف دیگری وصل بود، میخوام شکل معادلات رو به طور دیگه هم ببینید، و اینجا آب بود از این ور تا این ور، اینم گفته بود 28 سانت. حالا اگه بیای بین نقطه C و نقطه D برابری فشار بنویسی چی میشه؟ پی سی میشه پی دی. پی سی بالاش چی داره؟ همون پی یکو فقط داره. پی دی چی داره؟ میگم این بیرون که پی صفره به اضافه روی آب ژ ضرب در 28. اینم معادله دوم. ببینید این دو تا معادله رو کامل ارتباط باش برقرار می‌کنید. حالا ما اومدیم پی 1 رو از طرفین خط زدیم، یعنی از هم کم کردیم که پی 1 خط بخوره. ما بقیه همه پارامترها موجوده، فقط اچ موجود نیست، ازش مسئله حل میشه. فکر کنم الان متوجه شدید چی شد. خب من میخوام بیام سراغ دوتا بحث پایانی، یعنی شناوری و برنولی، ببینیم نه همه چیز رو راجبش حرف زدیم. دوتا بحث پایانی رو بیایم
راجبش صحبت کنیم. البته که خیلی میشه بازم حرف زد، ولی باید در ظرف زمان صحبت بکنم. خب اول نیروی شناوری. بچه نیروی شناوری چیه؟ بذار دیگه از صفحه خارج شدم آقای منجزی. بذار ببینم اگه دم دسته که بیارم عکس بگیری. بیا. اذیت میکنی آقای منجزی. بیا اسکرین شات بگیر که بریم سراغ ادامه بس. خب بریم ادامه بدیم بحثو. بچه نیروی شناوری چیه؟ نگاه کنید اگه من یه ظرفی داشته باشم اینجا توش پر از یه مایه و یه جسمی که اینجا این شکلی قرار گرفت داخل مایه، نیروهایی که به مایه وارد میشه چیه؟ یه اف از بالا، یه اف بزرگتر از پایین برای اینکه فشار پایین بیشتره. یه نیروهایی از کناره هم داره وارد میشه. ما راجع به نیروی دیواره و این حرفا زیاد صحبت کردیم. نتیجه این نیروها رو به بالاست یا رو به پایین بچه‌ها؟ نتیجه این نیروها رو به بالاست یا رو به پایین؟ قاعدتاً رو به بالاست. برای اینکه نیروی پایینی از نیروی بالایی بیشتره. میگم به این نیروی مجموعاً رو به بالا، به این نیروی که مجموعاً به این جسم رو به بالا وارد میشه که مساوی F2 منهای F1 که تو این شکل، میگیم نیروی شناوری. میشه اثبات کرد که اگر اینو میشه اثبات کرد، اگر چگالی جسم بیشتر از چگالی مایه باشه، این نیروی شناوری، نگاه کنید الان نیروی شناوری با mg سر و کله میزنه دیگه، چون ما یه نیروی mg هم به سمت پایین داریم. میگیم آقا، یعنی من mg رو بیارم بیرون بکشم که با اون مقایسه میشه، میگم آقا الان من یه mg هم به سمت پایین دارم، اون اف شناوری که حاصل تفاضل اون دو تاست و ام جی با هم دیگه در حال مبارزن. اگه چگالی جسم بیشتر از چگالی مایه باشه دو تا اتفاق میفته. یکی این که میگیم جسم پایین میرود، یعنی غرق میشه، و دوم این که حتما ام جی شما بیشتر از نیروی شناوری بوده که این اتفاق افتاده. معلومه مثلا یه جسم فولادی رو میندازید میره پایین، این به خاطر اینکه نیرو شناوری زورش به ام جی نمیرسه. اگه روی جسم مساوی روی مایه باشه میگیم اصطلاحاً جسم قوتوره، یعنی نه پایین میاد نه بالا میره، و اینجا میگیم ام جی مساوی اف دی. ولی اگه روی جسم کمتر از روی مایه باشه، مثل مثلا چوب، مثل کاغذ، مثل هر چیزی که رو آب میمونه، اینجا میگیم جسم بالا میاد و نتیجتاً اف شناوری بیشتر از امچی. این سه تا حالت رو ببینید. فقط من میخوام راجع به یه چیزی هم با شما صحبت بکنم، اونم این که من چهار تا شکل میکشم، شما به من بگید تو هر کدومش نیروی شناوری چه وضعیتی داره.
یه جسمی، جسم یک که داره بالا میره، جسم دو که همین جوری اینجا مونده، جسم سه که داره پایین میره و جسم چهار که به سطح اینجا چسبیده. از لحاظ نیروی شناوری این چهار تا رو بخوایم بحث کنیم چی باید بگیم؟ یک، دو، سه و چهار. میگم یک داره میره بالا، پس نیروی شناوریش از امجیش بیشتره. یعنی اینجا میگم اف بی بیشتر از امجی. دو چی؟ دو بین بالا و پایین مونده، نه پایین میره نه بالا میاد، پس میگم اف بی مساوی امجی. تو سه داره میره پایین، میگم پس اف بی کمتره، امجی داره هولش میده به سمت پایین. تو چهار اف بی چه وضعیتی داره بچه ها؟ تو چهار اف بی وضعیتش چطوریه؟ تو چهار بچه اف بی مساوی صفره. ای گفتید چرا؟ برای اینکه اصلا ما گفتیم نیروی شناوری از کجا میاد؟ از اون نیرویی که از پایین به مایه وارد میشه تا از اون مایه بالایه کم بشه، اختلافش میشه شناوری به سمت بالا. اینجا اصلا مایه زیر این زر زیر این گیر نکرده، خب طبیعتا نیروی شناوری نداره. اون چیزی که اینجا نگهش داشته نیروی واکنش عمودی سطحه که تو دینامیک راجبش صحبت. ولی تو چارتای اینا اگه بخوایم راجب در واقع چگالی هم حرف بزنیم، تو اولی چون نیروی شناوریش بیشتره پس چگالیش بیشتر از چگالی مایه، تو دومی روی جسم مساوی روی مایه، تو سومی روی جسم کمتر از روی مایه، و تو چهارمی توی چهارمی هم من یه چیزی رو اشتباه نوشتم فکر کنم، نیروی شناوری کمتره، نه اینا رو برعکس نوشتم، چون نیروی شناوری میره بالا ام جی کمتره. آره آره دیگه خستگیه بعد 5 ساعت کلاس میشه همین. الان اینجا میگم نیروی شناوری اگر بیشتره که میدهتش به سمت بالا، یعنی چگالیش کمه مثل چوبه دیگه، این کمتره این بیشتره، و تو آخری هم بازم بیشتره که رفته و به ته ظرف چسبید. اینم چهار تا حالتش. بچه یه سوال، شما وقتی میرید استخر، وقتی میرید استخر، توی استخر وزن خودتون رو بیشتر احساس میکنید یا کمتر وقتی تو آب دارید قدم میزنید؟ اصلا یه عده که مشکل مثلا آرتروز زانو دارن یا مثلا پاشون مشکل داره، وزنشون رو خوب نمیتونن تحمل بکنن، برای ورزش میگن برید تو آب ورزش بکنید، برای اینکه توی آب نیروی کمتری احساس میکنی. به خاطر همین نیروی شناوری است. نیروی شناوری تو رو نمیاره رو سطح آب، یه مقدار باعث میشه وزنت کمتر شه. این معنیش اینه که اگه شما اینجا مثلا یه همچین ظرفی داشتی، که یه مایه ای توش بود، و یه جسمی داشته باشی و اینو با یه تنابی به سقف آویزون کرده باشی، میگی که این سه تا نیرو داره بهش وارد میشه. یکی چی؟ یکی ام جی رو به پایین. دیگه چی؟ یکی اف شناوری رو به بالا و یکی هم کشش نخ رو به بالا. الان نیروهای به سمت پایین با نیروهای به سمت بالا برابرند. یعنی ام جی شما مساوی اف بی به اضافه کشش نخ. از این قضیه دو تا نتیجه میگیرم، یکی این که وزن جسم شما از نیروی شناوری بیشتره، یکی دیگه وزن جسم شما از نیروی کشش نخ هم بیشتره. با این توضیحات بریم حداقل دو تا سوال شناوری حل بکنیم. تست 31 دیگه یه مقدار فراتر از بحث کنکوره. بیایید تست 32 و 33 رو میتونید اون جواب بدید، ولی این دوتا مهمترن. اول تست 32 گزینه ها رو بخونید بچه ها. میگه در کدام یکی از موارد زیر نیروی شناوری از وزن جسم بیشتره؟
خب شناوری از وزن جسم بیشتر باشه، باید جسم اون حالت به سمت بالا حرکت کنه. کشتی فولادی که روی آب شناور است، بچه کشتی شناوره، کشتی تو اون لحظه به سمت بالا نمیاد. یعنی اینجا FB چون شناوره و نه بالاتر میره نه پایین‌تر، تو این لحظه FB با MG برابره. قطع سنگی که در آب به آرامی پایین میره، اینجا MG بیشتر از FBه چون داره میره پایین. این میخواد نیروی شناوری بیشتر از جسم باشه. مکعب مسی که در کف ظرف قرار دارد، اینجا FB من صفره. و چهارمی بادکنکی که از گاز هلیوم پر شده، این داره میره بالا، پس FBش بیشتر از MGه، یعنی جواب گزینه 4 خواهد بود. قبول بچه ها؟ تست 33 میگه مطابق شکل دو جسم با جرم‌های مختلف را با دو نیروسنج داخل آب قرار میدیم طوری که هر دو جسم در تعادل باشن. کدام گزینه میتونه بیانگر وزن این دو جسم باشه؟ حرف زدیم، میگیم این MGه هم از کشش نخ بیشتره هم از نیرو شناوری، چون برابر جفت ایناست. یعنی الان اینجا من میگم آقا W1 من حتما از 5 باید بزرگتر باشه. از 5 بزرگتر میگم الان گزینه 3 هست میشه، چون از 5 کوچیک‌تره. تو دومیه W2 من، یعنی وزن من باید از 8 بیشتر باشه. پس اونایی که از 8 کمترن خط میخوره. این از 8 کمتره، این هم از 8 کمتره. جواب گزینه 1 خواهد بود. ببینید متوجه شدید؟ بریم سراغ بحث پایانی انشاءالله. بتونیم تو این 10 دقیقه بحث پایانی را رد بکنیم که این فصل حجیم ویژگی های ماده و فشار هم انشاءالله تموم بشه. خب میخواییم بریم سراغ بحث پایانی، معادله پیوستگی و بعدش اصل برنولی. معادله پیوستگی، میگیم ما دو جور سیال داریم، یکی سیال با جریان لایه‌ای داریم، یعنی سیالی که اینجوری داره حرکت میکنه توی یه لوله‌ای، توی یه مخزنی که داره پایدار جریان جلو میره. یه جریان متلاطم داریم، اون اینجوریه. مثلا دیدی توی این قایقرانی ها میگن قایقرانی در آبهای چی؟ بگید در آبهای خروشان. آبه به صورت نرمال جلو نمیره، هی رفت و برگشت داره، هی میخوره به یه جایی بر میگرده. ما میخواییم راجع به این جریان صحبت میکنیم، میگیم تو جریان لایه‌ای آهنگ شارش جریان ثابت است. اگه آهنگ شارش در جریان لایه‌ای ثابته، یعنی اگه شما آب رو در یک همچین محفظه‌ای داشته باشی، از اینجا بره تو، از اینجا خارج بشه، میگه هر چقدر سطح مقطع تو کمتر کنی، به همون نسبت باید سرعت مایع بیشتر بشه که بتونه همون میزان ورودی رو از اون ور خروج داشته باشه. یعنی اگه این سطح اینجا بچه‌ها A1 که بزرگه و اینجا A2 که کوچیکه، من انتظار دارم، حالا بذار بزرگترش رو بزرگتر بکشم، مثلا اینجا A1 من بزرگه، میگم برعکس، اینجا اگه یه ویه که کوچولویی داره، اینجا باید سرعت جریان به همون نسبت بزرگتر باشه. یعنی در کل میگیم آقا A1V1 مساوی A2V2، و اصولا به این A1V1 و A2V2 میگن چی؟ میگن آهنگ شارش. قبول؟ بعضی وقتا گولت میزنه، یه سوال میده میگه که اینجا مثلا اینجا مساحت هست آ، اینجا مساحت هست 5 آ، بعد طبیعتا اینجا یه
V1ی دارم، اینجا یه V2ی دیگه. میگه آهنگ شارش در این قسمت ضخیم، قسمت با قطر زیاد، چند برابر آهنگ شارش تو قسمت نازکه؟ آهنگ شارش 1 برابره. بله الان سرعت اینجا 1/5 اینجاست، ولی آهنگ شارش طبیعتاً 1 ثانیه. یعنی اینجا الان من می نویسم 5A ضرب در V1 مساوی A ضرب در V2، بنابراین V2 به V1 میشه 5، ولی آهنگ شارش در دو طرف با هم برابره. یه نکته ای که خیلی مهمه اینه، بعضی وقتا قطر میده بچا، میگه که اینجا مثلا 2D، اینجا دی. اگه اینجوری بده اینجا سرعت، حالا مثلا اینو بذار متفاوت از اون بدم، مثلا سرعت رو در واقع قطر رو اینجا بده 3D. اگه اینجا سرعت سیال V باشه، اینجا سرعت سیال باید چقدر باشه؟ مثلا این V پریم مورد سوال باید بدیم. میگیم آقا مساحت با دی به توان 2 رابطه داره، یعنی وی پریم به وی مساوی سه دی به روی دی به توان 2 که میشه 9. یعنی من میگم وی پریم من 9 برابر ویه. حواسمون به قطر و مساحت باشه. خب بریم یه چیز دیگه هم بگم، 3 سوال آخر رو بریم حل بکنیم. این شد بحث معادله پیوستگی. آخرین بحثی که مطرح میکنیم اصل برنولیه. اصل برنولی چی میگه بچه ها؟ شما اینو در زندگیتون هم تجربه کردید، ولی من میخوام یه داستان براتون بگم. البته که زمان خوبی برای داستان نیست، کم کم داره زمان خوب برای لالایی میشه، ولی بگم این چند دقیقه هم موضوع رو با کیفیت جمع بکنیم. تو انگلستان فضا کمه، یه جزیره است، خب روز به روزم داره پیشرفت میکنه. اولین کشورهاییه که راه آهن یا قطار توش اومد، و به خاطر فضای کم دیدی داره، بچه هایی که فوتبالی هم میدونن که استادیوم های انگلستان انقدر از فضا استفاده میکنن که بعد در واقع تماشاچی ها صندلی گذاشتن 1 متر با زمین فاصله داره، برعکس ما که استادیوم هامون چند 10 متر فاصله داره. بگذاریم، حالا راهنهاشون هم همینطوریه، یعنی راهن رفت و برگشت توی بحث راهن و ریل قطار خیلی به هم نزدیکه، در حدی که قطارها فقط از کنار هم رد بشن. اینا مشاهده میکردن که وقتی با سرعت قطارها از کنار هم رد میشن به هم برخورد میکنن. خب عجیبه دیگه، این قطارها دارن، این داره راه خودشو میره، اینا چرا باید این کنارهاشون به هم بخوره؟ شما اینو تجربه کردید، مثلا تو مترو دیدید که وقتی با سرعتی قطاری از کنار شما رد میشه یهو قطار شما میلرزه، یا مثلا اگر با یه ماشین نسبتاً سبکی تو جاده حرکت کرده باشید، ماشینی که مقدار سبکه، در کنار یه ماشین دیگه مثلا از یه اتوبوس سبقت بگیرید با سرعت زیاد، احساس میکنید که ماشین داره به سمت اتوبوس کشیده میشه. یا یه آزمایشی رو تو بچگی خیلی همون کردیم، فکر میکردیم که دانشمندیم، اینو فقط ما فهمیدیم، دو تا کاغذ برمیداریم بینش فوت میکنیم، میبینیم کاغذها به هم نزدیک میشن. همه اینا یه چیز داره میگه، میگه هر جا سرعت سیال رو زیاد کنی فشارش کم میشه. مثلا قطارها که رد میشدن سرعت هوای بین دو تا قطار کم در واقع زیاد میشه و فشار کم میشه، پی صفر از طرفین دو تا قطار رو به سمت هم میکشه. یا مثلا میگه که اگه شما یه کامیون داری، حالا اول آخرشو بگم، میگیم هر جا که فشار زیاده سرعت کمه و بالعکس، اینجا سرعت سیال. مثلا میگه دلیل این که شما یه کامیون میبینید وقتی با سرعت داره میره این لایه برزنتیش پف میکنه همینه. چرا؟ برای اینکه سرعت گذر هوا از بالای این برزنت زیاد میشه، فشار اونجا کم میشه، داخل هم که فشار مقدار مشخصی، این مقدار به سمت بیرون پف میکنه. یعنی که دیدید
روی موتور نشستن با سرعت دارن میرن یه لباس پوشیدن، میگی این عجب مثلا عضلاتی داره چقدر مثلا هیکلیه، ولی وقتی موتور وای میسته میبینی نه خبری هم نبود. به خاطر اصل برنولی داره این اتفاقا میفته. حالا شوخی و جدی همه این حرفا، این داستان برقراره و مثلا یه مثال معروفش بال هواپیماست. بال هواپیما یه همچین شکلی داره و نتیجهش این میشه که لایه های هوا که از بالا باید عبور بکنن چون داره ازشون عبور میکنه و پایین، کدوماشون مسیر کمتری طی میکنن؟ معلومه پایینیه دیگه، بالایی باید مسیر بیشتر و این لایه ها در نهایت اینجا باید با هم برسن. وقتی قرار با هم برسن پس بالایی باید سرعت بیشتری طی، مثل اینکه من و تو یه جا راه افتادیم میخوایم یه جا برسیم، من از یه مسیر کوتاه میرم تو از یه مسیر طولانی، قرار با هم به اونجا برسیم، تو باید تلاش کنی سرعتتو زیاد کنی چون من که مسیرم کوتاه است با یه سرعت معمول هم میرسم. بالا سرعت زیاده بچه‌ها، پایین سرعت سیار کم، نتیجتاً اینجا که سرعت سیار کمه فشار زیاده، بالا که سرعت سیار زیاده فشار کم، فشار زیاد فشار کم یه نیروی به سمت بالا برای هواپیما ایجاد میشه. هزار جور مثال میشه از این ماجرا زد، ولی من یه مثال بزنم که خیلی کاربردیه، یعنی خیلی میتونید تو روزمره ببینید. اسپری ها، حالا نه اسپری هایی که گاز فشرده دارن، منظورم مثلا مایعیه که با این مثلا شیشه عطر که شما اون بالا اون در واقع افشانه رو فشار میدید و مایع میاد بیرون. چرا این اتفاق میفته؟ میگه آقا این داخلش اگه مایعه، شما اینجا اگر وزش باد یا فشار هوا رو زیاد بکنی سرعت رو زیاد کردی و وقتی سرعت رو زیاد میکنی فشار اینجا کم میشه و وقتی فشار کم میشه مایع پایینی که فشار زیاده اینو به سمت بالا هل میده چون اینجا فشار زیاده و البته هوای طرفین هم که زیاده اینو هل میده به سمت بالا و اسپری میکنه مایع رو به سمت بیرون. این شما هوا رو میدی جلو و این هوای جلو سرعت زیاد فشار کم مایع به سمت بالا میاد و طبیعتا شما اگر روی یه نیی که داخل یه ظرف مایع فوت بکنی میبینی که این از این حالت بالاتر هم میاد، یعنی سعی میکنه به سمت بالا بیاد. این توضیحات از ماجرای فشار و سرعت در اصل برنولی ما رو برای سه تا سوال آماده میکنه. سه تا سوالی که اولیشو میبینیم، تست 34 میگه شارعی با جریان لایه‌ای و پایا، وقتی میگه لایه‌ای و پایا باید بدونیم که معادله پیوستگی یعنی آهنگ شارعش مد نظره، تمام فضای لوله نشان داده شده در شکل را پر کرده، شعاع سطح قسمت بزرگتر 3 سانت، اینجا شعاع 3 سانتی متر بچه‌ها، R1 3، R2 2، تندی شارع در عبور از سطح بزرگتر یعنی V1 من هست 4، V2 رو میخواد بچه ها، میگم V2 به V1 میشه A1 به A2 و A1 به A2 میشه R1 به R2 به توان 2. این از همون A1 V1 A2 V2 اومده، چیز عجیب غریبی نیست، فقط نسبتی نوشتم. خب R1 چقدر؟ 3، اونم 2ه، یعنی الان اینجا جاگذاری بکنم V2 رو که میخوام V1 هست 4 مساویه 3/2 به توان 2 یعنی 9/4. خب من 4 رو با 4 میزنم، از اینجا میبینم V2 من میشه 9 و جواب گزینه 3. همه متوجه شدن؟ یه تست از معادله پیوستگی. بریم دو تا سوال دیگر هم ببینیم که بحث تموم شه. تست 35 تست جالبیه، همون ماجرایی که گفتیم، البته این تلفیق برنولی و پیوستگیه. میگه لوله پر از آب مطابق شکل 3 در واقع حالت جیوه، اینا وقتی پای دارن اینا خب توی فشار قرار میگیرن دیگه، ولی میگه اگر آب درون لوله جریان داشته باشه چه اتفاق میفته؟ آبی که تو این جریان داره بچه ها، اینجا که کمترین سطحو داره طبیعتاً طبق معادله پیوستگی کمترین سطح بیشترین سرعت، یعنی اینجا بیشترین سرعت مایع خواهد بود،
اینجا کمترین سرعت مایه، اینجا یه سرعت میانی. بنابراین اونی که بیشترین سرعت رو داره از لحاظ فشار کمترین فشار رو آب اینجا ایجاد میکنه. اینجا بیشترین فشار رو، اینجا یه فشار متوسط. خب اینی که کمترین فشار رو آب ایجاد کرده طبیعتاً جیوه توش بالاتر میاد دیگه، چون این پایینا باید با هم برابر باشن. یعنی کم بوده فشار آب رو بالا اومدن جیوه جبران میکنه. یعنی تو گزینه ها باید لایه جیوه، در واقع این ستون جیوه، اینجا از همه بالاتر اومده باشه. و اینجا که بیشترین فشار رو داره، این باید کمتر از همه بالا اومده باشه. یعنی تو این، تو وسطی بیشترین جیوه، توی سمت راستی کمترین جیوه. و جواب میشه گزینه سه. این سوال جالبیه که تلفیق معادله پیوستگی و اصل برنولی رو مورد چالش قرار داده. و بریم سراغ سوال آخر. میگه در لوله مطابق شکل بین مساحت دو مقطع لوله رابطه A1 مساوی 9 A2 مساوی 18 برقراره. این یعنی که A2 من 2ه. 2 9 تا 18 تا دیگه. A2 2 سانتیمتر مربع. آهنگ شارش شاره در مقطع A1 3 لیتر بر ثانیه است. بچه این یعنی چی؟ وقتی در مقطع A1 3 لیتر بر ثانیه است، در مقطع A2 هم باید 3 لیتر بر ثانیه باشه. وقتی تندی آب خروجی از A2 یعنی V2 رو میخواد، من مینویسم A2 V2 میشه چقدر؟ 3 لیتر بر ثانیه. خب تبدیل واحدها رو انجام بدیم، چون آخرش متر بر ثانیه میخواد. مساحت A2 2 سانتی متر مربع، یعنی 2 در 10 به توان منهای 4 ضرب در V2 میشه 3 لیتر، هم که 10 به توان منهای 3 متر مکعب. خب من 10 به توان منهای 4 رو با 10 به توان منهای 3 بزنم، یه 10 میمونه. سی وی دوی من مساوی میشه با سی دوم، یعنی میشه 15 متر بر ثانیه. و جواب گزینه 3 خواهد بود. قبوله بچه ها؟ بسیار خوب. آخرین تست جزوه بود، ولی برگردیم بالا ببینیم آیا تستی بوده که ما نرسیده باشیم حل کنیم. این تست مهم نیست، چون فراتر از حد الان قدیما تو کتاب مطرح بود. دو تا سوال یکی تست 29 که نیاز به حل داره، یکی تست 25، و این دوتا هم تست 15 و 16 هم هست. این فکر میکنم 5-6 تا سوال مون که جواب ندادیم. حالا میتونیم جواب بدیم، ولی خب یه ذره طول میکشه. فکر کنم شما هم الان خسته اید، ولی بخواید حل بکنیم میتونیم یه چند تاش هم حل بکنیم. اگر حوصله دارید مثلا یه رو بی بمونید، مثلا یه 5 دقیقه بهتون استراحت بدم، بعد یه 20 دقیقه بیاد سوال حل بکنیم. اگرم که نه، تمومش بکنیم کلاسو، هر جوری که شما میخواد میتونیم حل بکنیم سوالا رو. البته یه مقدار وقت میگیره، ولی یک دو تا سوال ساده، 3-4 تا سوال ساده که مهمم هست داره، میتونیم حل بکنیم. میتونیم هم بذاریم به عهده خودتون به عنوان تکلیف انجام بدید. نمیشه بذاریم واسه جلسه بعد، بذاریم برای جلسه بعد، باشه، مشکلی نیست. بسیار خوب بچه‌ها، خسته نباشید. سوالات هم سوالات سختی نیست، به جز یه دونه سوال که اون رو سوال چالشیه و یه مقدارم سطح بالاتر از حد کنکوره گذاشتم که دستتون در واقع را بیفته. بسیار خوب، خسته نباشید. چند تا تست مون که البته نکاتش رو گفتیم، ولی خود تست رو نرسیدیم حل بکنیم. بیشتر رای های جلسه بعد، انشاءالله جلسه بعد حل میکنیم. همگی خسته نباشید، آرزوی موفقیت براتون دارم. فعلا خدا نگهدارشون.